آقای هاشمیان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دوحه اظهار کردن که امیدوارم جمهوری اسلامی این پیام رو دریافت کرده باشه که هر گونه حمله به اسرائیل میتونه منافع ایران رو بسیار به خطر بیاندازه. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی این پیام آمریکا رو با توجه به آنچه که میبینید دریافت کرده باشه؟ بله، این پیام رو دریافت کرده و این پیام خیلی جدیه و اگر جمهوری اسلامی فکر میکنه که برخی نقاط اختلاف میان ایالات متحده و اسرائیل بر سر غزه، صلح و فرایند و اون آینده منطقه وجود داره، به این معنا نیست که آمریکا وقتی که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه آمریکا در کنار اسرائیل نخواهد ایستاد. اگر جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی این چنین فکر میکنن، آقای بلینکن داره میگه سخت در اشتباهید و آمریکا کاملا از اسرائیل حمایت میکنه، ضمن اینکه کسی هم در منطقه جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه. یعنی سفرهایی که آقای عباس عراقچی الان در منطقه داشت، یک کشور، حتی بشار اسد هم که هم پیمان جمهوری اسلامی است، الان داره از اونها دور میشه. حتی یک کشور در کنار جمهوری اسلامی نیست. ضمن اینکه حماس هم ما دیدیم که برای اینکه به طرف قطر و به طرف سعودی ها و کشورهای عربی همینطور مصر بره، محمد سنوار رو جزو اون شورای رهبری که اخیراً بعد از کشتن یحیی سنوار یه شورای رهبری انتخاب کردن. محمد سنوار، فرد تندرو و برادر یحیی سنوار رو جزو این پنج نفری که انتخاب کردن تعیین نکرد. یعنی حماس داره پیام میده که ما میخوایم از خط جمهوری اسلامی دور بشیم. ضمن که صحبت موسی ابو مرزوق، یکی دیگر از اعضای بلندپایه حماس، رو هم شنیدیم که از روسیه درخواست کرد بر محمود عباس فشار وارد کنه که قبول کنه آینده غزه رو بخشی از دولت فلسطین تحت رهبری محمود عباس قرار بده و به این طرف قضایا حرکت میکنه. مصالحه هم هست در قاهره، الان هیئت‌های حماس و محمود عباس اونجا هستن. یعنی تمام اوضاع رو ما داریم میبینیم. یه نفر اینجا حامی جمهوری اسلامی نیست، یه ستاره تو آسمان جمهوری اسلامی نداره و اگر بیاد مثلا اسرائیل بهش حمله کنه و این رجزخانی هایی که شنیدیم از سلامی اینها به واقعیت تبدیل بشه، در واقع این آمریکا هست که در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.